قریب به 72 ساعت بعد از پخش خبر شلیک 5 تیر به قاضی صلواتی ملقب به قاضی مرگ، حال میتوان به قاطعیت گفت که ما با یکی از بزرگترین پروژه های فیک نیوز در توییتر مواجه بودیم. جذب بیش از 40,000 فالوور در عرض 3 روز، تحت شعاع قرار دادن فراخوان 18 دی، تزریق مورفین ذهنی در هنگامه اعدام 2 همرزم و جلوگیری از بروز خشم عمومی، گرفتن امپرشن میلیونی 1.2 میلیون، یا کلاهبرداری و دریافت بیت کوین. هدف از پخش فیک نیوز کشتن قاضی صلواتی چه بود؟ آیا اکانت جوپیتر به تنهایی موفق به مهندسی افکار عمومی در توییتر شد؟ و اما خانواده صلواتی. قاضی ابوالقاسم صلواتی در سال 1341 در توی سرکان به دنیا آمده. پدرش نصرت کاسبی خورده پا بود که سالها پیش فوت کرد. دو عموی صلواتی از فرهنگیان قدیمی و خوشنام توی سرکان بودند. عموی کوچک به نام علی صلواتی، فارغ التحصیل ادبیات دانشگاه تهران، قبل از انقلاب رئیس دانشسرای تربیت معلم توی سرکان بود که بعد از انقلاب به اتهام همکاری با ساواک اخراج شد. حسین کاظم‌زاده دایی کوچک وی که در زمان انقلاب دبیر آموزش و پرورش و عضو اولین شورای شهر توی سرکان بود، بعدها به دلیل هواداری از مجاهدین زندانی و از کار اخراج شد. قاضی صلواتی دارای یک دختر و یک پسر است. ابراهیم ازدواج کرده و مدیر عامل یک شرکت صادرات پوست و روده و سالامبور است. سمانه در رشته دیزاین تحصیل کرده و سفرهای متعدد به انگلیس و فرانسه داشته است. منزل مسکونی قاضی صلواتی در خیابان ظفر تهران است و یک ویلا هم در جزیره کیش دارد. برای پسرش در فرمانیه و دخترش در نیاوران خانه ای خریداری کرده است. 7 محافظ دارد و در یک پرشیای سفید رنگ شیشه دودی تردد می کند که ممکن است در حال حاضر این اتومبیل او تغییر کرده باشد. پروین شیری همسر وی اهل کرمانشاه است. او به خاطر فشارهای وارده از سوی صلواتی از بیماری شدید روحی رنج می‌برد و تا کنون 2 بار وسایل خانه را وسط حیاط گذاشته و آتش زده است و مدت‌ها بستری بوده. لازم به ذکر است که همسر قاضی مقیسه نیز از بیماری شدید روحی رنج می‌برد. داریوش شیری برادر زن صلواتی در دهه 70 به اسپانیا رفت و به کار صرافی و رستورانداری و یک سری کارهای دیگه پرداخت و سپس به کانادا مهاجرت کرد. او هنگامی که احمدی نژاد به قدرت رسید، به دولت وی نزدیک شد و نقش مترجم احمدی نژاد در گفتگوهای خصوصی با دولت مردان ونزوئلا را به عهده گرفت. اما معلوم نشد که چرا یک بار در مقام منتقد جمهوری اسلامی از برخی رسانه‌های خارج از کشور سر در آورد. آن هم با نام کوروش کهن. پارتیزان‌های شجاع ایرانی در نیاوران صلواتی رو در شرایطی که توی یک آپارتمانی نزدیک خونه دختر صلواتی تونستن صلواتی رو پیدا بکنن بدون اینکه با محافظ و نیروهای امنیتی خودش رفته باشه، اونم دلیل داشت. برای اینکه رفته بود یه خانومی رو ببینه، یه خانومی که همچی خانوم مجردی هم نبود، البته تازه هنوز عدهش تموم نشده اون خانومه. و براتون میگم چه اتفاقی دقیقا افتاد. امروز با 5 گلوله شلیک شده، 4 گلوله به خود صلواتی خورده، ولی ما هنوز منتظر کانفرمیشن کامل مرگ صلواتی هستیم. حالا ببینیم که در این که این تیرها بهش خورده قطع. اما بد نیست بدانیم نخستین بار این فیک نیوز توسط امیر فخرآور در کلاب هاوس مطرح شد. اما پیش از این تمام کوپن‌های اعتباریش را سوزانده است. کیست که رویا پردازی‌های آدمی مثل او را باور کند؟ اینجاست که باند جوپیتر وارد می شود. ما نمیگن یا 10 صبح فردا یا 10 شب فردا میخوان از طریق اخبار اعلام کنن که قاضی صلواتی در تصادف توی سرکان به تهران، اول میخوان بگن حالش وخیمه، بعد بگن کشته شد. بفرمایید. استفاده کنید. خوشبختانه ما بیت کوین داریم و خیلی راه های زیادی هست. اگه کمکی از دست من برمیاد، من فقط مسئول مالی هستم ولی نمیتونم خودم. شما تاج سر هستید. مرسی از زحماتی که میکشید و
از طریق بیت کوین هایپسانی که میخوان کمک کنن میتونن میخوان دکتر پریسا پیام بدن. آریشان میتونی صحبت کنی؟ درود دکتر، شبت بخیر. قاضی القضات به گاه الله پیوست. آقا قرارداد مزاحمت، حالا که خانم دکتر پریسا در خدمت اینجا هستیم، ما در خدمتشون، یه توضیح برای این قضیه بدم. خب هر چه من خودم برنامه‌نویس بلاکچین هستم، من اینو تحقیق کردم براتون. ببینید 8 تا ارز شاخص ما داریم، 8 تا کوین شاخص ما داریم که بیت کوین هم یکیشه. بالاخره 8 تا شاخص است دیگه. شما با هر کدوم که بفرستین قابل فرستادنه و قابل چنج کردن، یعنی مسئله نداره. ببینید مسئله ردیابی این که میگیم استفاده کنید و با ادعای عاملی در ازای کار نکردهشان بیت کوین میطلبد. و در پایان دوست دارم با نیشخندی بگویم امیدوارم روح سرگردانش در قطر بهش خوش بگذره. کاری از تحریریه چرک نویس.